ده بهترین جاهای کشور ویتنام. سلام، امیدوارستم همه تان خوب باشین. به چینل آرامش میدیا خوش آمدین. تشکر از این که ما را در این ویدیو دنبال میکنید. قبل از تماشای این ویدیو، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و از زنگوله را فشار دهید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و برای بهتر شدن ویدیوهای ما لطفا نظریاتتان را کامنت کنید و در ادامه با آرامش میدیا همراه باشید. ویتنام دارای طبیعت شگفت انگیز، سواحل، استراحتگاه های لاکس و بسیاری برنامه ها برای تعطیلات دارد. با ریلکس میدیا همراه باشید و این ده مقصد بزرگ را بررسی کنید و ببینید که کدام مکان ها در ویتنام محبوب ترین مکان های گردشگران جهان است. شماره 1، نها ترنگ. این ساحل و تفریگاه در سواحل جنوبی مرکزی کشور ویتنام واقع شده است و یک ساحل پرطرفدار می باشد. در این ساحل آرام و زیبا می توانید از انواع تفریح های ساحلی مانند جت اسکی، موج سواری و حتی فلای بورد نیز استفاده کرده و لحظات خوش را برای خود، خانواده و دوستانتان رقم بزنید. این شهر ساحلی زیبا همچنین دارای استراحتگاه های تفریحی، درختان نخل و تفریگاه های دوست داشتنی که می توانید در این استراحتگاه اقامت داشته باشید. همچنان امکانات تفریحی، پارک آبی، قطار هوایی و استخر موجی در این مجموعه برای استفاده گردشگران و مردم با پرداخت هزینه های جداگانه قابل استفاده می باشند. شماره 2، دالات. محل خوش آب و هوایی مناسب برای افراد که از گرما فراری هستند و به نام شهر عشق و گلها نیز شناخته می شود. این محل دارای مناظر بسیار زیبا و چشم نواز از درهای ملعالود، درختان کاج سرسبز و گلهای رنگارنگ دارد که همین امر به محبوبین بسیار آن در میان مردم ویتنام و گردشگران گردیده است. که همین باعث محبوب شدن آن در میان مردم ویتنام و گردشگران شده است. همانطور که در بالا اشاره شد، گردشگران بسیار هر ساله در حین سفرشان به ویتنام از دالات نیز بازدید می کنند و لحظات خوش را در آنجا سپری می کنند. شماره 3، تونل های کوچی. این تونل های زیرزمینی متصل به هم در 40 کیلومتری شمال غربی کشور واقع شدند. پایان تونل ها به عنوان پناهگاه مخفی در طول جنگ ویتنام مورد استفاده سربازان قرار می گرفته که در جنگ شرکت می کردند. اما در حال حاضر آن تبدیل به مکان تاریخی و گردشگری گردیده. برای عموم مردم بازدید از آن امکان پذیر است. شماره 4، غار سوندونگ. سوندونگ بزرگترین و عمیقترین غار جهان می باشد که امکان ساخت ساختمانی بلند در آن امکان پذیر می باشد. این غار 9 کیلومتری بسیار محبوب در میان مردم و گردشگران می باشد و طی گذر سالها فسیل های با قدامت 300 میلیون سال در این غار پیدا شده است. همچنین در اطراف رودخانه و آبشار گونه های گیاهی بسیاری را نیز می توانید پیدا نمایید. شماره 5، پارک ملی کتبا. یکی از مناطق زیبا با چشمانداز فوق‌العاده و پربازدید در ویتنام پارک ملی کتبا می باشد که طرفداران بسیار در میان مردم و گردشگران نیز پیدا کرده است.
در این پارک از انواع گیاهان، پستانداران و امثال آنها می توانید مشاهده کنید و از حضور خود در این مجموعه با طبیعت چشم نوازش نهایت لذت را ببرید و خاطرات خوش را برای خود رقم بزنید و همچنین عکس های یادگاری بسیار را بگیرید. شماره 6 دریاچه ویست، محل آرام با طبیعت زیبا که در مناطق روستایی ویتنام واقع شده است و حتما به هر گردشگر بازدید از این دریاچه در این سفرش به کشور ویتنام پیشنهاد می شود. در کنار این مجموعه که مساحتش حدود 500 هکتار می باشد و از بزرگترین دریاچه های ویتنام می باشد، مردم و گردشگران می توانند در آن پیاده روی کنند و همچنین در کنار پیاده روی از فضا و طبیعت سرسبز و چشم نواز آنجا نیز استفاده نمایند. شماره 7 موزیم زندان هوالو. در زمانهای گذشته این زندان توسط فرانسوی ها و برای شکنجه دادن زندانی ها از این استفاده می کردند که به عنوان یکی از ترسناکترین زندان ها نیز شناخته می شود. با گذر زمان ویتنامی ها پس از فرانسوی ها از این مکان برای شکنجه دادن دیگر زندانی ها استفاده می کردند. پس از سالهای طولانی این زندان را تخریب کردند و اکنون از آن به عنوان موزیم زندان استفاده می کنند و در قسمت ورودی زندان و بر روی دیوارها نقاشی های بسیاری را در رابطه با زندانی های از زمانه های گذشته خواهید دید. شماره 8 معبد چواتران کواک. این معبد که ساخت و قدامت آن به قرن ششم میلادی باز می‌گردد، از قدیمی ترین معابد موجود در ویتنام می‌باشد. با رفتن به این مکان یکی از موضوعات که نظرتان به آن جلب می‌شود، ورودی سرسبز و زیبا با منظره فوق‌العاده چشم‌نواز آن می‌باشد. گردشگران بسیار در سفر خود به ویتنام از این معبد تاریخی بازدید می‌نمایند. همچنین قابل ذکر است که ساعات کاری این مجموعه همه روزه از 8 صبح الی 11:30 و سپس از 1:30 الی 7 می باشد. شماره 9 دلتای مکونیک. دلتای مکونیک در قسمت جنوب غربی کشور ویتنام واقع شده است. این مکان به واسطه بازارهای شناور، شالیزارها، باغ‌های میوه و نیشکر در میان مردم و حتی گردشگران بسیار محبوب شناخته می شود و پرطرفدار می باشد. برای رسیدن به این بازارهای شناور می توانید از قایق‌های موجود استفاده کرده و به بازارها دسترسی پیدا نمایید. شماره 10 پل طلایی ویتنام. یکی از پربازدیدترین اماکن کشور ویتنام می باشد که در بین مردم و گردشگران محبوب و پربازدید می باشد. این پل به گونه ساخته شده که پل بر روی مجسمه دستانی است که همه مردم آن را به پل دستان خداوند تشبیه کردند که حافظ و نگهدارنده مردم می باشد. بسیاری از گردشگران در حین سفرشان به کشور ویتنام از این پل بازدید می نمایند و همچنین از طبیعت زیبا و چشم نواز آن نیز لذت می برند. ویتنام بنابر تاریخ پرفراز و نشیب خود به مقصد گردشگری محبوب در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده است. جاهای دیدنی ویتنام تمامی ندارد. این کشور جاذبه های گردشگری متنوعی به علاقمندان سفر ارائه می کند. مزارع شالی زمردین و سواحل ماسه‌ای سفید، شهرهای کاملا شیبدار و معابد عظیم، جزایر آهکی که به طرز چشمگیر از دریا سر بر آوردند، غارهای وسیع، کوههای سر به فلک کشیده و قبایل با آداب و رسوم قدیمی که لباسهای زیبا و رنگارنگشان چشم هر بیننده را به خود خیره می کند. به این موارد غذاهای محلی را اضافه کنید. همچنان می توانید که از غذاهای محلی آنجا نیز لذت ببرید. به ویتنام سفر کنید و شگفت زده شوید.